سری برنامه های جدید نامها و یادها در کنار خانم جانان خرم، نوه بانو مرضیه، بانوی آواز ایران، در لحظات دیگر خواهید دید همه چیز متفاوت در جای متفاوت، در فاصله 120 کیلومتری پاریس، در محیطی کاملا سبز و اتفاقا شایسته شاید گفتگو درباره خانم مرضیه و البته دختر ایشان مرحوم هنگامه و نوه جانان خرم که به ترتیب به موضوعات تقویمی و عبور و مرور زمان خواهیم پرداخت. اول از همه خیلی ممنون که ما رو به داخل خانه خودتون راه دادید. جای بسیار زیبایی. دیرتر خواهیم پرداخت به دو فرزند، به همسر، به گربه، به سگ و اون چیزی که طبیعت رو در اختیار شما میبینیم. جانان، اول از همه به من از خودتون بگید چگونه پاریس زندگی کردید، چرا پاریس و اصولا سرنوشت شما چگونه شما رو امروز اینجا نشوند؟ راستش من پاریس به دنیا اومدم، توی بیمارستان امریکایی نوئی در واقع سال 1977، دو سال قبل از تغییر حکومت. قبل از بله اتفاق خیلی ناگوار انقلاب. و خب توی تمام زندگیم بیشتر در رفت و آمد بودیم. یه چند سالی اینجا بودم، توی اول دبستان و توی اکول بیلنگ پاک مونسو رفتم. بله. و بعدش ما رفتیم ایران. و وقتی میگویید رفتید ایران با خانم مرضیه و مادر؟ نه، مادر بزرگم مرضیه ایران بودن، فقط سالی یک بار به امریکا سفر میکردن. سال 1983 یه جراحی کردن برای سرطان روده که داشتن، دیگه از اون سال به بعد دیگه سفراشون دائمی شد. سالی یک بار میرفتن به امریکا، یک ماهی هم اون وسط ها توی اروپا میموندن که دوستای قدیمیشون رو ببینن. ولی من زمان جنگ رو توی ایران مدرسه رفتم، یعنی مقنعه سر کردم. موقعی که آژیر قرمز میکشیدن فرار میکردیم، ما رو میبردن توی زیر ساختمون مدرسه رازی، زیر ساختمون پشت ستونا به همون میگفتن باید قایم بشین. زمان سختی بود. اون موقع مادر بزرگم توی ساختمون حافظ زندگی میکردن توی شهرک غرب. و زمانی که آژیر میکشیدن همه میرفتن توی پارکینگ و خیلی همیشه آروم بودن، چون خیلی زن قوی بودن. بله. خیلی همیشه آروم بودن و دو سه بار برای اون آدمایی که اونجا جمع شده بودن و میترسیدن آواز خوندن. بله. یا تو میاد چه آهنگی خوندن؟ من اون نبودم، چون من پدرم و مادرم از هم جدا شده بودن. بله. و توی اون چند سال من منزل پدرم زندگی میکردم. ولی به هر حال اون زمان، اون انقلاب و جنگ و من در کنار مرضیه زندگی کردم. بله. چون به خاطر اینکه موقعی که انقلاب شد پدر من از طرف خانواده پدری همه چی مصادره شد و پدرم و مادرم منو برداشتن، ما رفتیم خونه مادر بزرگم که اون موقع توی صاحب پدر شما برانی. یکی از متمولینی بودن در واقع پدر بزرگتون که صاحب پارک خرم. بله، رحیم علی خرم. پدرم هم غلام حسین خرم فرزند اولی ایشون بودن. ما همه رفته بودیم خونه مادر بزرگم زندگی می‌کردیم توی صاحب قرانیه، توی گلستان شمالی. البته شبی هم نبود که لباس شخصی ها با تفنگ نیان توی خونه و بگردن، ولی خب مرضیه همچنان احترامش رو داشت، با اینکه همه خیلی میترسیدیم و پنجره ها رو پتو زده بودن، با چسب چسبونده بودن که شبا که ما چراغ روشن میکنیم کسی از بیرون نبینه. با اینکه اون مثل یه شهرک مانند بود که دربون داشت و دروازه داشت و حتما وقتی یه کسی میومد باید خبر میدادن. اینه که دیگه حدود ساعت 6 و 7 بعد از ظهر که میشد از نگهبانی زنگ میزدن، میگفتن خانم مرضیه ریختن و میومدن خونه رو میگشتن و بیشتر میومدن ببینن که خونه مرضیه چه شکلیه، چه جوری داره زندگی میکنه. هر بار آدمای مختلف، همون آدما نمیومد. نه. خب براشون شادی آور بوده دیگه. شما خودتون به سهم خودتون از کی متوجه شدید که نوه بانو مرضیه خواننده اید؟ منظورم اینه که ابتدا مادر بزرگ رو حتما شنیدید. بله. و شناختید، اما از چه زمانی به ترانه و آواز هم وصل شدید؟ چند سالتون بود؟ راستش من شانس اینو داشتم که در کودکی آدمایی که توی زندگیم شناختم برای اولین بار در کنار مادر بزرگم
آدم های خیلی مهمی بودن، مثل فریدون فرخزاد. من اولین کتاب های زندگیمو فریدون فرخزاد بهم کادو داده، یا آقای مرتضی رضوان که الان توی سوئد زندگی میکنن، که خیلی به من شعر یاد میدادن. اینا به من میگفتن که مادر بزرگت کیه. یادم اتفاقا خیلی بچه بودم، شبها ساعت 11:30 میتونستیم از خونه بریم بیرون، چون درست بعد از بحبوح انقلاب همیشه ایست بازرسی بود. بله، توی خیابونا و همه رو میگشتن. شما یادتون اون سال؟ بله. 3-4 سالتون باشه. 3-4 سالم بود. بله، خیلی چیزا یادمه از زمان انقلاب، هم یه چیزایی یادم هست، ولی اونا خیلی توی یه مهیه، خیلی شفاف نیست. برای آقای بنان اون موقع توی جمال آباد زندگی میکردن، ما هم توی صابقرانیه، و من با دختر ایشون در شبکه 2 رادیو همکار بودم. بله. خانم گیتی بنان. بله. خیلی وقتا شبها ساعت 11:30 شب منو همونجوری خواب بغل میکردن و میرفتیم خونه ایشون، و کم کم آدم ها و شاعرها و آدم های مهمی رو که میدیدم فهمیدم که خود شما هم عالم بچگی، فهمیدم که من فرق میکنم با بقیه. خیلی به خودم گرفته بودم. میفهمم. مادر بزرگ منن. ایشون برای شما موقع به عنوان لالایی یا هر چیز دیگه میخوندن؟ بله میخوندن. بله. تا زمانی که من رفتم خونه پدرم زندگی کردم، یعنی تا زمان جنگ، مادر بزرگم منو بزرگ کرد، چون مامان من بچه بود، بچه سال بود وقتی من به دنیا اومدم، 24 سالش بود. من اینجا ایشون رو با شما رو که خیلی کوچولو بودین در اون رادیوی زیرزمینی آقای جهانشاهی میدیدم. بله. اینه که مادر بزرگم منو بزرگ کرد در واقع. یعنی بهترین چیزای زندگیمو اون موقع یاد گرفتم و از ایشون یاد گرفتم. حالا شاید یه ذره خودخواهانه باشه، ولی من خیلی از این که یه آدمی مثل مرضیه مادر بزرگم بود خوشحالم. بله، برای اینکه ایشون فقط که خواننده نبودن، شخصیت خودشون هم داشتن. حالا در برنامه‌های دیگر به راه سیاسی، به مسیر فعالیت‌هایشون خواهیم پرداخت. به هر حال من هم دورادور به نوعی که پیش از فیلم برداری براتون گفتم آشنایی با ایشون داشتم، آمد و شد خانوادگی. اما حالا دیرتر ماجرای تبعید و مهاجرت و چه و چه. بله. اما اینقدر پرسش ها زیاده، برای اینکه برای بینندگان نسل جوان بدانن که بانو مرضیه که بود، ما خوشبختانه هم جلوی نام مرضیه هم جلوی نام دلکش پوران بانو میگذاشتیم. بله. یعنی یک زن وقتی ترانه اجرا میکرد و میخوند، احترام شاید از یک زن معمولی هم بیشتر بود تا اینکه صدا ممنوع بشه و چیزهایی که خود شما میدونید. اما میخواستم برگردم به قبل از دوره تبعید و آمدن. فکر میکنید خانم مرضیه وقتی ایران رو ترک کرد چه چیزی با خودش آورد؟ 2 ستار و یک کیف کوچیک و قلبش رو گذاشت و اومد. این تنها چیزی بود که با خودش آورد. سوال من طولانی تر از جواب شما بود. حالا یک سوال کوتاه، امیدوارم جواب طولانی تر. وقتی که بانو مرضیه درگذشت که خواهیم پرداخت، من هم گزارشی در همون زمان تهیه کردم، قطعا شما عزیز و یادگاری رو از زندگیتون از دست دادید. اما کمبود بانو مرضیه فقط به شما که مادر بزرگ داشتید بر نمیگرده. همه ماها، بانو دلکش، دیگران، بانو پوران، خانم پروین که امیدوارم زنده باشن، یکی از خوانندگان مورد علاقه من. بله. چرا انقدر جامعه هنری ایران خلوت و بیکس شده؟ من فکر میکنم به خاطر اینه که ما مملکت نداریم. اگر که مملکت میداشتیم هنوز، اگر هنوز هر کسی جایگاه خودشو میداشت، شاید این بلا سر موسیقی ما نمیومد. به هر حال کسایی هستن که خارج از ایران فعالیت میکنن. بله، خوشبختانه خانم شکیلا هست. بله. بله، خیلی هاشون هم خیلی خوب هستن. دقیقاً. ولی به هر حال هر کاری میکنن خارجی هن. توی این دنیا، حالا هر جایی که باشن، حتی تو خود لس آنجلس که بالاخره آدم خیلی بیشتر احساس ایران داره، ولی به هر حال باز خارجیه. اینه که ما اگر که مملکت می داشتیم، این بلا سر هنرمون و نه فقط هنر موسیقی،
خیلی چیزای دیگه نمی اومد. ببخشید ناگهان به فکرم رسید، رابطه خود شما با موسیقی، آیا سازی میزنید، آوازی میخونید؟ من ساز نمیزنم، من درسمو توی کنسرواتوار ملی پاریس تموم کردم. چی خوندی؟ موسیقی و آواز. موسیقی. و سال 2006 هم توی المپیاد با مادر بزرگم خوندم. من نبودم به دلیلی که حدس میزنید. بله، حالا من حتما خیلی دلم میخواد توضیح بدم سر اون لطف کنسرت. میکنید حتما. من واقعا شانس این رو داشتم، چون به هر حال اون تربیت مادر بزرگم اجازه نمیداد که شروع بکنم، هر موزیکی رو شروع بکنم، با هر کسی کار بکنم. یه ذرم سختگیر بود، تو خونه بهش میگفتیم بزرگ ارتشداران و هممونم ازش میترسیدیم، هم من هم هنگامه. ولی شانس اینو داشتم که با مرضیه برم روی سن برای اولین بار، و برای یه کسی که هنوز دانشجوه توی کنسرواتوار، اینی که توی سالن المپیا بره بخونه. بله، پیاف و با اون ارکستر. بله، اون صحنه واقعا مقدسه، برای اینکه بزرگان موسیقی در المپیا خوندن. بله بله، از سر و سر جا مزد میخوام میگفتین. من خیلی برام این تجربه بزرگی بود. چی خوندین اونجا یادتونه؟ بوی جوی مولیان، چون حتما مادر بزرگم میخواستن بوی جوی مولیان رو بخونن. و توی موسیقی من با صدایی که دارم نمیتونستم صدای بنان رو بخونم، و برای همین موقعی که داشتن مینوشتن، اینم هنرمندی آقای شمس بود، آقای محمد شمس. بله، بزرگان موسیقی هستن، با اینی که خب بله طوری نوشتن که من با صدای خودم بتونم اون قسمت‌ها رو بخونم. خیلی هم هنرشون خیلی به نظر من قابل ستایشه، به خاطر اینکه توی ارکستر یک نفر ایرانی هم نبود،
و ما رب پرده داریم توی موسیقی ایرانی، ولی در موسیقی فرنگی نداریم. در موسیقی فرنگی نیم پرده است و ایشون اومدن جوری این ارکستراسیون رو نوشتن و دادن دست موزیسین ها که اون چیزی که شنیده میشد رب پرده داشت. حالا اینا تخصصی متاسفانه من خیلی کار بزرگی ندارم، ولی آقای شمس میدونم با هنرمندان، با داریوش، با خیلی ها همکاری کردن. البته میگم این بخش هایی است که به مجاهدین برمیگرده، حتما خواهیم پرداخت. خیلی دلم میخواست اول با خود شما بیشتر آشنا شده باشیم، برای اینکه شخصیت خود شما بسیار قابل احترامه. مرحوم مادرتون هنگام خانم که شانس آشناییشون رو در همون 1980 و موقع پیدا کردم وقتی شما بسیار کوچک بودید. برنامه اول با سلام و تعارف شروع شد، ولی گفته ها بسیاره. امیدوارم در برنامه‌های دیگر که ادامه خواهد داشت نام‌ها و یادهای شما رو در این چهار دهه بشنویم. باعث افتخارمه.